توی این ویدیو در مورد تجربیاتم از رشته کامپیوتر بهتون میگم و سوال اصلی این ویدیو که میخوام بهش جواب بدم اینه که آیا وقتی که دانشگاه میریم برنامه نویسی رو در حد بازار کار بهمون یاد میدن یا نه؟ برای کسب درآمد برنامه نویسی که توی دانشگاه یاد میگیریم کافیه یا نه؟ اگه میخواید در مورد این موضوع بیشتر بدونید ادامه این ویدیو رو از دست ندید. سلام، من مهرداد رستمی هستم، دانشجوی رشته نرم افزار و هر هفته ویدیوهای در مورد برنامه نویسی، طراحی UI و UX و رشته کامپیوتر و البته تجربیاتی که از رشته کامپیوتر دارم رو باهاتون به اشتراک میذارم. ولی قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو، حتما این ویدیو رو لایکش بکنید، سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید، حتما بهتون جواب میدم و در آخر هم سابسکرایب به کانال من یادتون نره. با این کار حمایت خیلی بزرگی از من میکنید. بدون درنگ بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه‌ها، بذارید برای شروع یه سری مقدمه و یه سری توضیح کلی در مورد رشته کامپیوتر بهتون بگم. رشته کامپیوتر توی ایران به سه بخش تقسیم میشه، البته چهارمیش هم اضافه شده ولی جای دیگر خبر زیادی ازش ندارم، ولی عموما کشورهای دیگه هم به همین شکل هستش و در واقع به سه بخش اصلی تقسیم میشه، مثل نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر، که در مورد اینا توضیح دادم قبلا بهتون و مقایسه شون کردم. مثلا اینکه توی رشته علوم کامپیوتر شما بیشتر با ریاضی و کلا بیسش ریاضی هستش و درسای تئوریتون بیشتره، ولی توی رشته نرم افزار مثلا درسایی که پروژه‌ای هستن بیشتره و میتونید بیشتر به صورت عملی کار بکنید. و خب رشته چهارمی که میخواستم بهتون بگم ولی جزء این سه تا معمولا نمیارنش، همون IT و ارتباطاته که اونم جدیداً اضافه شده، ولی الان ما بحث اصلیمون روی رشته نرم افزاره. شما توی رشته مهندسی کامپیوتر بخش نرم افزار، حالا سخت افزار اینا رو چیزی زیادی ازش نمیدونم، توی نرم افزار شما یه سری دروس تخصصی دارین مثل همه رشته ها که باید اینا رو پاس بکنین. و خب دروس تخصصی توی ترم یک شروع میشه، مثلا شما توی ترم یک باید مبانی برنامه نویسی رو بردارین، یا اصلا بهتون میدن دیگه، ترم یک که اصلا انتخاب واحد نداره. شما باید مبانی برنامه نویسی که جزئیاتش مثلا طراحی الگوریتم، یه سری الگوریتم ریز رو یاد میگیرین، فلوچارت ها رو باش آشنا میشین و کلن مفاهیم اولیه برنامه نویسی رو شما توی مبانی برنامه نویسی باید پاس بکنید و درسی هستش که برای شروع توی همه دانشگاه ها در نظر میگیرن و البته زبانی که باش کار میکنن فرق میکنه، ولی عمده زبان ها روی C++ هست توی ایران. توی دانشگاه های مختلف دروس مختلف و در واقع زبان های مختلفی رو به شما آموزش میدن. مثلا توی دانشگاه ما برای شروع زبان جاوا رو تدریس کردن. توی دانشگاه مختلف هم توی که بهتون گفتم متفاوتن از هم. مثلا ممکنه بعضیا C++ رو آموزش بدن و بعضیا زبان پایتون. عمدتا این سه تا زبان برای زبان های شروع برنامه نویسی مناسبن. و خب بعد از اینکه شما توی ترم یک مبانی برنامه نویسی رو پاس کردین، باید توی ترم دو درس برنامه نویسی پیشرفته رو بگیرین که میان و بحثای پیشرفته تر رو با شما کار میکنن، شما با توابع آشنا میشین، با کلاس ها و کلن بستگی البته به استاد و دانشگاهتون داره. و خب یه سری از این چیزها رو توی برنامه نویسی پیشرفته بهتون آموزش میدن و سعی میکنن که با شما پروژه محور کار بکنن. و بعد از ترم دو که برنامه نویسی پیشرفته رو پاس کردین، دیگه چیزی از برنامه نویسی تخصصی نمیبینید تا به این ترم 5 و 6 و 7 و این چیزا که مثلا با درس هوش مصنوعی شاید یک زبان رو به شما آموزش بدن، یا مثلا مهندسی اینترنت بیان به شما HTML و CSS رو آموزش بدن و دیگه شما خبری از برنامه نویسی تخصصی ندارین و هر چیزی که توی ترم 1 و 2 به شما درس دادن تمومه. باید یاد گرفته باشین که مثلا توابع چیه، ارسبری چیه، شعرگرایی چیه. توی ترم‌های بعد، توی ترم‌های 3 و 4 و این چیزا شما باید ساختمان داده رو بردارین. ساختمان داده درسی هستش که شما یاد می‌گیرین داده‌ها رو چطوری ذخیره بکنید که به شکل قابل استفاده و در واقع سازمان یافته باشن و به صورت مرتب باشن. و چیزهای مختلفی رو توی این درس یاد می‌گیرین و البته به استادتون هم مربوطه که با کدوم زبان به شما آموزش میده. مثلا توی دانشگاه ما به خاطر اینکه سی شارپ نزدیک بود زبان و سینتکسش به جاوا، به ما سی شارپ رو یاد دادن. حالا نمیدونم چرا جاوا رو یاد ندادن، ولی سی شارپ رو به ما یاد دادن و البته که بیشتر به صورت چطوری بهتون بگم تئوری بود و اصلا با کامپیوتر و کد نویسی کاری نمی‌کردیم. بیشتر کد ها روی پاورپوینت بودند و به صورت تئوری بود این درس. درس هایی مثل طراحی الگوریتم،
و هوش مصنوعی درسایی هستن که واقعا مهمن و در واقع بعد از این درس‌ها شما باید تصمیم بگیرید که توی چه بخشی از رشته کامپیوتر دوست دارین که فعالیت بکنید. من قبلا هم بهتون گفتم رشته کامپیوتر توی مقطع لیسانس در واقع میان شما رو با بحث‌های مختلف رشته کامپیوتر آشنا می‌کنن. شما با شبکه‌های کامپیوتری آشنا می‌شین، با هوش مصنوعی آشنا می‌شین، با زبان‌های مختلف ممکنه آشنا بشین توی مقطع لیسانس و در واقع میان و یه بحث کلی میکنن در مورد درس‌های مختلف و اصلا عمیق نمیشن و به خاطر همین میگم که شما با لیسانس به نظر من نمیتونید وارد بازار کار بشید، به خاطر اینکه یه سری درس هست که فقط به شما میدن و در حد آشنایی هستن و اگه میخواین که وارد بازار کار بشین باید خودتون هم تمرین بکنید و این تمرین‌ها باعث میشه که شما زودتر وارد بازار کار بشین. شبکه‌های کامپیوتری هم بهتون گفتم یکی از دروسی که شما باید برش دارین و درس تخصصی هست و شغل خیلی خوبیه کارشناس شبکه بودن و اینکه شما میتونید اگه علاقه داشتید توی این رشته بیشتر فعالیت بکنید. و در واقع شبکه‌های کامپیوتری توضیح میده که اینترنت و کلاً شبکه چطوری کار میکنه و ممکنه که اول براتون پیچیده باشه ولی بعداً اگه بهش علاقه پیدا بکنید میبینید که چقدر راحته و البته که سختی‌های خودش رو هم داره و میتونید این شغل رو انتخاب بکنید. کارشناس شبکه بودن الان خیلی خوبه و درآمد خیلی خوبی داره توی کشور ایران. شما توی مهندسی کامپیوتر بخش نرم افزار درس‌های سخت افزاری رو هم باید بردارید، مثلا مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم‌های دیجیتال، ریس پردازنده و این درس‌هایی هستن که شما با مدارات و IC ها و بخش‌های کامپیوتر توی سخت افزار آشنا میشین، مثلا یاد میگیرین که IC ها چطوری کار میکنن، مدارات کامپیوتر چطوری کار میکنن و حتی توی درس ریس پردازنده، البته دوباره بازم بهتون میگم بستگی به استادتون داره، مثلا استاد ما با زبان C کار کرد و توی زبان C ما یاد گرفتیم که چطوری میشه یک چراغ راهنمایی رو برنامه نویسی بکنیم. همینطور که میدونید زبان C و C++ بیشتر برای برنامه های سیستمی و در واقع برنامه هایی هستش که مثل همین مثلا برای چراغ راهنمایی لباسشویی، تلویزیون و اینجور چیزا بیشتر ازش استفاده میشه. و خب ما با نرم افزار کد ویژن هم کار کردیم و درس ریز پردازنده یا همون میکروپروسسورمون به این چیزا میپرداخت. شما میتونید توی ترم های 6 و 7 حدوداً 6 و 7 درس هایی مثل مهندسی اینترنت رو بردارین و توی درس مهندسی اینترنت البته ممکنه که توی دانشگاه مختلف اسمشون با هم دیگه متفاوت باشه. توی دانشگاه ما مهندسی اینترنت به ما HTML, CSS و یه ذره از جاوا اسکریپت رو به ما آموزش دادن و خب شما در واقع توی ترم 6 و 7 یاد میگیرین که یک صفحه وب ایستا طراحی بکنید، البته کمی از جاوا اسکریپت رو هم بهتون آموزش میدن ولی شما میتونید به صورت پروژه محور توی این درس بتونید کار بکنید و در واقع میتونید یک صفحه وب ایستا رو طراحی بکنید. در کل باید بهتون بگم که دانشگاه خیلی باحاله، شما دوست جدید پیدا میکنید، سرگرم میشید، با بچهای مختلف آشنا میشید، ممکنه که گروه بشید و در واقع به صورت تخصصی برنامه نویسی رو توی گروه کار بکنید، یکی مثلا دیزاین بلده، یکی توی بکند خوبه و یکی طراحی UI و UX بلده، کلا دانشگاه بهتون خوش میگذره. ولی نکته که باید بهتون بگم هیچ دانشگاهی شما رو برای بازار کار آماده نمیکنه توی مقطع لیسانس به نظرم، حالا فوق لیسانس رو نمیدونم ولی توی مقطع لیسانس اینجوریه که شما رو برای بازار کار اصلا آماده نمیکنه. همینطور که بهتون گفتم شما یه سری درس رو میخونید، شبکه میخونید، طراحی الگوریتم میخونید، هوش مصنوعی میخونید ولی با این درس ها صرفا آشنا میشید و اصلا برای بازار کار مناسب نیستن. و اگه میخواید وارد بازار کار بشید در مورد رشته کامپیوتر حتما باید از همون اول، از همون ترم 1 شروع کنید، خودتون آموزش ببینید، کار بکنید، کتاب بخونید، یوتیوب بگردید دنبال آموزش و آموزش ها رو خودتون باید شروع بکنید و از همون اول کاری نداشته باشید که دانشگاهتون چه زبانی رو یاد میده و چی کار میکنه توی دانشگاه. شما یک زبانی رو که خودتون دوست دارید و دنبال بازار کارش هستین و علاقه دارین بهش انتخاب بکنید، در کنار درساتون ادامه بدید، آروم آروم توی تابستون، توی ترمهای که مثلا درسای کمتر برمیدارین و سعی بکنید که پیش برین، جلو ببرین زبان برنامه نویسی رو و بعد از 4 سال میبینید که یک زبان برنامه نویسی رو هم بهش تسلط دارین و میتونید وارد بازار کار بشین.
همینطور که بهتون گفتم دانشگاه اصلا شما رو برای برنامه نویسی آماده بازار کار نمی کنه. و برای اینکه میبینیم که مثلا خیلی مهندس کامپیوترن لیسانس دارن یا حالا فوق لیسانس دارن توی رشتهشون وارد بازار کار نشدن و کاری پیدا نکردن، دلیلش همینه، به خاطر اینکه دانشگاه شما رو برای بازار کار آماده نمیکنه. توی رشته کامپیوتر به نظرم اینجوریه، رشته های دیگر رو ازش خبر ندارم، ولی توی رشته کامپیوتر شما حتما باید خودتون خودآموز هم جلو برین. چطوری به صورت خودآموز کار بکنید؟ خب بچه دیگه همتون میدونید توی گوگل پر از آموزش های رایگان هست، سایت های مختلفی هستن که آموزش های رایگان زیادی رو در اختیار شما قرار میدن. حتی توی خود یوتیوب، توی آپارات، حالا آپارات رو زیاد خبری ندارم، ولی توی یوتیوب حتما سر بزنید، سرچ بکنید آموزش HTML، آموزش طراحی وب، آموزش هوش مصنوعی و به این بگردید که ببینید مسیر و نقشه اون راه چیه و یاد بگیرید. و البته بعضی کتاب دوست دارن، کتاب میرن میخونن، بعضی توی دوره های حضوری شرکت میکنن و کلن هر کاری که میکنید به صورت خودآموز هم دانشگاه و درستون رو جلو ببرید و سعی بکنید که در کنار درستون و کنار دانشگاهتون حتما یک زبان برنامه نویسی رو هم یاد بگیرید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بهتون کمک کرده باشم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید، سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید، نظرتون رو در مورد ویدیوها در مورد خودم به هم بگین، انتقادی پیشنهادی هر چیزی که دارین برام توی کامنت ها بنویسید. این ویدیو رو برای دوستایی که برنامه نویس هستن میخوان برنامه نویسی رو شروع بکنن بفرستین و در آخر سابسکرایب چنل من یادتون نره. با این کار حمایت خیلی بزرگی از من میکنید. چیزی نمونده تا 1000 تایی بشیم، الان 950 تاییم و دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.